با دکتر هوبان داشتم صحبت میکردم راجع به سلامتی و داشتم به ماها چند تا روش یاد میدادن راجع به همین سلامتی. دکتر هوبان داشتیم میگفتیم که یکی که سرکار هستش ناهار چی بخوره، گفتیم شاید با خودشون یه سالاد ببرن با یه تیکه ماهی یا یه تیکه پروتئین. حالا بعد از سرکارشون تموم شده چند تا هم بریک گرفتن تو سرکار، بریک هاشون چیکار کردن؟ بریک هاشون یه نرمشی، یه خود را رفتن، نفس های عمیق کشیدن، یه مقدار آب خوردن، بله از جلوی کامپیوتر بلند شدن، رفتن کنار، خیلی مهمه، درسته، رفتن بیرون یه ذره هوا خوردن، دقیقا هوا نور آفتاب، نور آفتاب رسیده. حالا به نظر شما میرسن خونه دیگه از اینجا چیکار انجام بدن؟ خب چه ساعتی میرسن خونه؟ من فکر میکنم ساعت 5 رسیدن 6 تو خیلی هم ترافیک بودن. اگه ترافیک باشه که 5 نمیرسن که. حالا بگیم الکی 5 رسیدن. حالا بگیم 6 میرسن. خب 6 میرسن. شما خودتون 6 میرسین خونه بعد از کار؟ من کارم همیشه ساعتاش فرق میکنه ولی شوهرم بله یوزلی 6 و نیم 7 میرسه واقعا. خب شما همسرتون که میاد خونه چیکار میکنه؟ من با بچه‌ات یه خورده با هم دیگه فرش میوه یه چیزی میچینم میخوریم. خب همین. ولی اصلا وقت نمیکنه طفلک بره ورزش یا چیزی که من دوست داشتم بیادش خونه ورزش کنه. میتونه ورزش کنه؟ ببینین میتونه ولی به قول شما این هبیت تنبله. باید یه خود زودتر پاشه، باید یه خود وقت بذاره. همون دیگه موضوع، ببین موضوع پرایوریتی یا اولویته، یعنی ما چی رو ارجحیت بدیم بهش. چون خیلی موقع من خیلی چیزا میشنم میگم من وقت ندارم فلان. میگم اگر آیا وقت داری که مریض بشی؟ راست میگی. خب نداریم دیگه. و آیا مثلا اگر که سلامتی نباشه آیا میتونی هیچ کدوم از این کارهایی که الان داری میکنی انجام بدی؟ اصلا. پس سلامتی واقعا پرایوریتی اوله. بله. و کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم که ما رو سالم نگه داره جزء اولویت‌های اولی است. درسته. خب پس به نظر من باید اون زمان خودمون به وجودش بیاریم. حالا اگر عصر از سر کار اومدیم خونه به نظر من باید یه مقدار آرامش داشته باشیم، یه مطالعه‌ای داشته باشیم. بله. یا مثلا به قول شما اگه بچه کوچیک همسرتون میاد چی بهتر از اون که بره با بچه کوچیکش وقت بذاره و خودش رو با اون سرگرم کنه. از نظر غذا به نظر من غذای شام باید ساده باشه. بله شما گفتین یه سالاد یا حتی سالاد هم یه مقدار سنگینه. بله. بهتره که غذاهای یه مقدار نسبتاً پخته تر بخوریم، مثلا سبزیجات بخار شده یا جوانه مثلا حبوبات و غیره، همه اینا خیلی میتونه مناسب باشه. یه آش یا یه سوپ یا سبزیجات بخار شده یکی از بهترین غذاهایی که میتونه شام بخوریم. خیلی خوبه که اینا رو به ما یاد دادید امروز دکتر هوبان.